هجدهمین دوره جشنواره تئاتر زندانهای کشور از 4 تا 7 اسفند و در 3 بخش تئاتر صحنه‌ای، خیابانی، محیطی و نمایشنامه‌خوانی در برج آزادی برگزار می‌شود که در آن گروه‌های تئاتری منتخب هر استان مشخص شده و به رقابت می‌پردازند. یکی از این آثار آخرین بازی نوشته محمود استاد محمد است که به کارگردانی پارسوا پاکیزه در بخش صحنه‌ای با حضور بازیگرانی که همگی زندانی هستند روی صحنه می رود. رامین پرشمی قرار است در این نمایش نقش شروین را ایفا کند. نقش شخصیت سوپر استاری که وارد توهم شده و در گذشته خودش زندگی می کند و اکنون در دوره فلاکتباری است. یکی از دوستان نزدیک رامین پرشمی درباره وضعیت رامین پرشمی می گوید او اکنون مجوز خروج از زندان را ندارد و نمی تواند مرخصی بگیرد. پیش از این شرایط بدی داشته و خیلی چیزها را فراموش کرده بود، اما قرار است با نمایش آخرین بازی در جشنواره تئاتر زندان‌ها روی صحنه برود و در هنگام اجرای این نمایش همتی عالی برپا شود که در آن از نویسنده‌ها، تهیه‌کنندگان، کارگردان‌ها، بازیگران و خیران دعوت شود تا در این جشنواره تئاتر او را ببینند و شاید اتفاق خوبی بیفتد. او همچنین به نقل صحبت‌هایی از رامین پرچمی پرداخت، مبنی بر اینکه این بازیگر گفته است: من فقط دوست دارم دوباره روی صحنه برم، آزاد شم و به سینما و تئاتر و تلویزیون برگردم. از اینکه فردا بگن از داخل زندان و توی کسوت یه زندانی اومده و تئاتر کار میکنه نگرانی ندارم و نمیترسم، چون برای اینکه دوباره به جامعه و بازیگری برگردم و روی صحنه دیده بشم هر کاری رو انجام میدم. دوست دارم اون رامین پرچمی که کشته شد و با بازیگری در تئاتر دوباره زنده کنم. بذار مردم بفهمن من توی زندانم و چنین شرایطی دارم. شاید آدمهای پیدا شدن و دستمو گرفتن و بلند کردن.